موقع انتخاب گیربکس صنعتی چه فاکتورهایی رو باید در نظر بگیریم؟ از بین این همه پارامتر مختلف کدوما توی انتخاب برای ما مهمترن؟ توی این ویدیو میخوام چک لیست ساده بهت آموزش بدم که طبق اون خیلی راحت بتونی گیربکس مناسب صنعت خودت رو انتخاب کنی. البته قبلش اینو بگم، اگه طبق این چک لیست نتونستی گیربکس خودت رو انتخاب کنی اصلا نگران نباش. فقط کافیه کاری که آخر ویدیو بهت میگم انجام بدی. اولین نکته‌ای که باید بهش توجه کنیم توان ورودیه. محرک گیربکس شما از هر نوعی که باشه یه توانی داره. خیلی مهمه گیربکسی که انتخاب می‌کنید تحمل اون توان رو داشته باشه. مثلا اگر توان محرک شما 15 کیلووات یا 20 اسب باشه، گیربکس خورشیدی برند شهباز گیربکس تیپ 310 یا VF سایز 185 میتونه یکی از بهترین گزینه‌هاتون باشه. مورد بعدی که خیلی برای ما مهمه، مقدار دور ورودی و دور خروجیه. دور ورودی رو گیربکس از موتور محرک میگیره و مقدارش معمولاً 3000، 1400، 900 یا 750 دور. البته مقادیر کمتر و بیشتر هم داره، اما اینه که گفتم مقادیر متداولشه. چیزی که خیلی برای ما مهمه مقدار دور خروجی مورد نظر ماست. تصور کنید ما به 100 دور خروجی در دقیقه نیاز داریم. حالا از کجا بفهمیم دور ورودیمون چقدر باید باشه؟ اینجا ما یه عامل دیگه داریم به اسم نسبت تبدیل یا نسبت کاهندگی. با این عامل ما میتونیم رابطه بین دور ورودی و دور خروجی گیربکس رو به دست بیاریم که به عدد 1 به x نشونش میده. تصور کنید ما یک گیربکس داریم با دور ورودی 1400 دور در دقیقه و نسبت تبدیل 1 به 14. دور خروجیمون میشه دور ورودی تقسیم بر نسبت تبدیل که توی این مثال دور خروجیمون میشه 100 دور در دقیقه. یا یک مثال دیگه، اگر ما یک گیربکس داشته باشیم با دور ورودی 3000 و نسبت تبدیل 1 به 10، دور خروجیمون میشه 300. 3000 تقسیم بر 10 مساوی با 300. حالا تو مثال قبلیمون که ما 100 دور خروجی در دقیقه نیاز داشتیم، میتونیم از یک گیربکس با دور ورودی 3000 و نسبت تبدیل 1 به 30 استفاده کنیم، یا از یک گیربکس با ورودی 1400 و نسبت تبدیل 1 به 14، همینطور از گیربکسی با ورودی 900 و 750 دور. و اما گشتاور که همون نیروی موتور گیربکسمونه. معمولا گشتاور پایین تا متوسط رو گیربکس حلزونی خیلی خوب ساپورت میکنه، ولی برای گشتاور خیلی بالا مثلا 200000 نیوتن متر باید از گیربکس قوی تر مثل گیربکس خورشیدی یا هلیکال استفاده کنیم. توجه کنید که گشتاور خیلی خیلی مهمه و اگر درست انتخاب نشه کاملا آسیب زننده است. حالا چجوری همه این موارد رو با هم در نظر بگیریم؟ اصلا از کجا بفهمیم چه گشتاوری برای ما مناسبه؟ مقدار دور خروجی و توان رو که قبلا به دست آوردیم، حالا با این فرمولی که اینجا نوشتم خیلی راحت میتونیم گشتاور مورد نیازمون رو بر حسب نیوتن متر به دست بیاریم. اینجا یه مورد خیلی مهم دیگه هم داریم به اسم سرویس فاکتور که ارتباط مستقیمی با راندمان، طول عمر و کارکرد دستگاه داره. سرویس فاکتور داره به ما میگه که این دستگاه چقدر میتونه فراتر از مقادیری که روی پلاگش نوشته شده کار کنه. مثلا سرویس فاکتور 1 به ما میگه که این دستگاه دقیقاً همون مقادیری که روش نوشته شده رو میتونه ساپورت کنه، و سرویس فاکتور 1.2 داره به ما میگه که این دستگاه تا نیم برابر بیشتر از اون مقادیر رو هم میتونه تحمل کنه. به طور کلی برای اینکه ذریع به اطمینانمون بالاتر بره، بهتره دستگاهی رو انتخاب کنیم که قدرت و گشتاورش بیشتر از چیزی باشه که ما نیاز داریم. اینجوری اگر زمانی به دستگاهمون شوک وارد شد یا حتی به گشتاور بیشتری نیاز داشتیم، هم مشکلی برامون پیش نمیاد. آخرین مورد چک لیستمون نوع کارکرد و شرایط نصب گیربکسم. توی نوع کارکرد میزان لقی و سبک سنگین بودن کار که به میزان بار محوری و شایعی وارد شده بستگی داره تاثیرگذاره. مثلا تو دستگاهی مثل شریدر یا اکستروڈر که میزان بار شایعی خیلی زیادی دارن، بعد از گیربکس های قوی تر مثل گیربکس هلیکال خورشیدی روسی استفاده کرد. البته گیربکس خورشیدی به این دلیل که کمترین میزان لقی رو دارن برای کارهایی که به دقت بیشتری نیاز دارن بهترین گزینه. تو بخش شرایط نصب هم در نظر گرفتن فضا، جهت‌های نصب، نوع خروجی موتور و ورودی دستگاه مصرف کننده اهمیت داره. برای مثال ما اگه بخوایم از یک گیربکس هلیکال قدرتمند استفاده کنیم و فضای افقی کمی داشته باشیم، بهتره که با همون مشخصات بیایم یک گیربکس کرامبل پینیون انتخاب کنیم که با نصب 90 درجه میتونه فضای افقی کمتر رو اشغال کنه. نکته مهم بعدی اینه که حتما از اتصالات مناسب مثل شافت، هالو شافت، فلنج، نیم فلنج و شیرینگ دیسک استفاده کنیم. اگه هنوزم انتخاب برات سخته، یه راه خیلی ساده تر هم داریم. تیم فنی شهباز موتور میاد قبل و بعد از خرید همه این نکاتی که گفتم به علاوه یه سری نکات دیگه که به صورت تخصصی برای صنعت تو کاربرد داره بررسی میکنه و بهترین انتخاب رو از لحاظ فنی و قیمت بهت پیشنهاد میده. برای این کار فقط کافی از طریق تماس با دفاتر فروش شهباز موتور و یا از طریق فرم درخواست مشاوره سایتمون با ما در ارتباط باشی. ضمناً میتونی کاتالوگ و مشخصات فنی هر محصول رو هم داخل سایت مشاهده کنی.